از زیر فشار انفرادی و زیرزمین و شکنجه‌هایی که خلاص شدم، هم که رسید به زندان فوراً به مراجع مختلف قضایی نامه نوشتم و شکایت کردم و داد زدم که من قاتل جانی نیستم. درخواست دادم ببرنم پزشکی قانونی. با گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی و مدارک دیگه ثابت شد که شکنجه شدم. هرچی هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یه دلیل و مدرک که این فرمانده لعنتی نیست که بگیم ما گناهکاریم، اما نخواستم ادامه بشنوم. بعد از هفته ها توی زیرزمین انفرادی بودن نخواستم ادامه بشنوم. بعد از ساعت ها آویزون بودن به سقف توی اتاق شکنجه و بعد از اینکه ساعت ها پلاستیک کشیدن سرم و بارها من رو با چشم خودم دیدم نخواستم. بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهر خواهرم و پرونده سازی برای اونا، بعد از نتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید، بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رنگ گردنش زد، بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم، شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره. ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم. و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده نخواستم خدا بشه. اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و همش شورای امنیت و غیره خواستن صدا می بشن. انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگی تا صداش بشنون اعدام شد، همش دروغ. بدونید که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم نخواستن صدا می بشن. عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهن می رسید تلاش کردیم. تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید بیگناه رو می‌کشید. ولی غافل از این که من و خانواده‌ام از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون خواستیم. فهمیدم دنبال یه گردن برای سلام شد صحبت من فقط با ایران نیست. مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم. یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه. یعنی گام به گام نزدیک‌تر شدن من به چوبه اعدام.